دولت آمریکا بخواد مسائلی که امروز داخل آمریکا میگذره اونها رو تحت شعاع قرار بده. این هم خیلی مثل روز روشنه که چنین اتفاقی نخواهد افتاد. بالاخره مسائل اقتصادی آمریکا مسائل بسیار جدی است. با متهم کردن ایران مسئله حل نمیشه. اگر که دولت آمریکا فکر میکنه با این کار میتونه بین ما و عربستان اختلاف ایجاد کنه، درگیری ایجاد کنه، فکر میکنم اشتباه میکنه. بالاخره حقیقت روشن میشه. رئیس مجلس شورای اسلامی هم که برای شرکت در اتحادیه بین المجالس در برن پایتخت سوئیس به سر میبرد گفت ادعاهای آمریکا بر ضد ایران یک بازی بچگانه است. مشکل برمیگرده به اینکه مسئولین آمریکایی توجه ندارن در چه جایگاهی قرار دارن. کشور آمریکا کشور بزرگی است. مسئولین آمریکایی نباید بازی‌های اینقدر مبتذل داشته باشن. ما با آمریکایی‌ها اختلاف نظر داریم. We have a difference of opinions with Americans. اختلاف نظرمون هم این مسائل کوچیک و بچگانه نیست. سخنگوی وزارت امور خارجه هم امروز با تأکید بر اینکه ادعاهای ساختگی آمریکا یک توطئه و سناریوست گفت درخواست مدارک و اسناد این ادعاها به معنای تغییر موضع ایران نیست. معتقدیم طرح این ادعاها یک توطئه است و آمریکایی‌ها به خاطر تغییر دادن شرایط فکر می‌کنن باید متوسل به این روش‌های نادرست بشن. اینها نشون دهنده یک سناریوئه. سناریویی که نتیجه نهاییش همونیه که عجولانه اظهار میکنن. این اظهارات عجولانه و نسنجیده نشون دهنده درماندگی و عجز سیاست خارجی ایالات متحده آمریکاست. هیچ کشور مقتدر و مستقل و قدرتمندی با این روش‌های بی‌پایه و اساس و روش‌هایی که در افکار عمومی قابل توجیه نیست نمیاد نسبت به کشورهای دیگه چنین اتهاماتی رو وارد بکنه. آقای مهمان پرست یک توصیه هم به برخی کشورهای عربی کرد. که رژیم صهیونیستی و حامیان اونها در منطقه دنبال میکنن ایجاد اختلاف بین کشورهای اسلامی و کشورهای منطقه است. باید هوشیارانه مراقب این توطئه ها باشن. تنها در صورت ایجاد اختلاف بین کشورهای منطقه و بین کشورهای اسلامی رژیم صهیونیستی مجالی برای ادامه تجاوزات خودش پیدا خواهد کرد. باید مراقب توطئه ها بود و اجازه نداد با طرح اتهامات بی اساس اختلاف بین کشورها دامن زده بشه.